سلام، به یک قسمت دیگه از مجله تلویزیونی آریا خوش آمدید. من سبا هستم و ما هر هفته با این برنامه از ونکوور کانادا با شما هستیم. برنامه این هفته ای آریا تیوی شامل دو بخش گفتار هفته و نگاه هفته خواهد بود. در اولین بخش از برنامه با عنوان وایت بورد، خانم سویلا انصاری مباحث کاربردی در زمینه اقامت و تحصیل در کانادا را مطرح می کنند. موضوع برنامه این هفته ایشون انتخاب محل مناسب برای سکونت و شرایط قرارداد هاست. با هم می بینیم. سلام. به یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه های وایت بورد خوش اومدین. برای شماهایی که ساکن ونکوور هستین، امیدوارم از طبیعت زیبای اینجا نهایت استفاده رو بکنین. من امروز میخوام راجع به 3 مطلب با شما صحبت بکنم. 1، در مورد جایی که برای زندگی انتخاب میکنید و اینکه چه کمک‌هایی وجود داره برای شما که بهتر بتونید محل زندگیتون رو پیدا بکنید و همینجور کمک‌های دولتی برای شما تازه واردین. با ما باشید، امیدوارم از این برنامه نهایت استفاده رو ببرید. مهمترین مسئله ای که برای ما به عنوان یه تازه وارد به هر منطقه و کشوری هستش اینه که خب کجا برم زندگی بکنم، و اگر ما خانواده و بچه داشته باشیم به طور مسلم میخوایم جایی رو پیدا بکنیم که خب هم مدرسه مناسبی داشته باشه، هم محل زندگی مناسبی برای خانواده باشه. یک سری عواملی هستش که من اینجا امروز راجع بهش صحبت میکنم که ما باید بدونیم. اولین توصیه که به نظر من میرسه برای شمایی که وارد اینجا میشین اینه که خب به طور قطع یا بعضی از ماها یه سری دوستان و آشنایان داریم که وارد خونه اونا میشیم، یا اینکه اخیراً خیلی یک چیز متداولی شده که خونه هایی رو با وسایلش اجاره میدن، که من شخصاً به خیلی از خانواده ها اینو توصیه میکنم، چون حسنش اینه که شما میایین به صورت موقت یه جایی رو میگیرید که در واقع یه قرارداد 1 ماهه یا حتی کمتر از 1 ماهه دارید، و توی این فرصت از نزدیک مناطق مختلف اینجا رو نگاه میکنید، قیمت ها رو بررسی میکنید و با توجه به بودجه و شرایطی که دارید خونه رو انتخاب میکنید. و واقعا من توصیه نمی کنم که قبل از ورودتون به اینجا بخواین جایی رو به مدت طولانی اجاره بکنید، چون اجاره کردن خونه یک سری مراحل قانونی داره که اگر خدای نکرده ما وارد نباشیم توی یه سری مسائل و مشکلاتی میفتیم که برای بیرون اومدن از اون واقعا باید چه از نظر مخصوص از نظر مالی و از نظر مسائل قانونی واقعا ما متضرر میشیم. بنابراین یا از طریق هتل‌ها که معمولا الان این روزا آنلاین هستن، من به شما توصیه میکنم اینجاها رو رزرو بکنید، YMCA که من تو جلسات قبل خدمتتون گفته بودم، یا اینکه یه سری منزل ها هستن که از طریق کریگلیست یا هر سایت دیگه هستن و شما میتونید که این اجاره موقت رو انجام بدید. خیلی از شما ممکنه سوال بکنید که خب من اگر اینجا بیام چه جور خونه هایی واسه من هست، چون احتمالاً شنیدین که یه سری خونه های دولتی وجود داره که اجاره زیادی نداره. به اینا در واقع سابسیدایز هاوسینگ میگن، که خود این سابسیدایز هاوسینگ 3 تا 4 کاتگوری هستش، به عناوین مختلف میاد. اولیش به اسم BC هاوسینگ هست یا بریتیش کولومبیا هاوسینگ، که یه سازمانیه، شما باید ثبت نام بکنید توی اون سازمان از طریق پر کردن فرم. خب یه سری از خانواده هایی که کمک های دولتی میگیرن ساکن این خونه ها هستن و معمولا لیست انتظار خیلی طولانی داره، چون یک چیزی نزدیک بالای 20,000 خانواده توی لیست انتظار هستن. سری دیگه این خونه ها بهش کوآپ هاوسینگ میگن، که اینا هر کدومش اپلیکیشن های جدا داره و خوشبختانه تو مناطق مختلف بریتیش کولومبیا هستش، و اینا رو از طریق سایتشون کوآپ هاوسینگ که میزنید و شهری رو که میخواین انتخاب بکنید و میزنید و این خونه ها رو به شما نشون میده. اما باید اینو بدونید که تک تک این خونه ها
هر کدومشون یه اپلیکیشن جداگونه دارن که شما باید پر بکنید و اینا همه اینا چون که شما یه تازه وارد هستین از شما یه هیستوری میخوان. بنابراین خیلی خوب هستش که شما تشریف بیارید یه مدت اینجا زندگی بکنید و بعد از طریق سازمان‌های غیر انتفاعی برای این خونه ها اقدام بکنید. خیلی از تله هایی که اکثر خانواده ها میفتن به دلیل اینکه نمیدونن قانون مالک و مستأجر چجوری هستش میان و یه خونه هایی رو اجاره میکنن و قراردادایی رو امضا میکنن بدون اینکه واقعا بدونن که چی رو امضا کردن و موقع بلند شدن فقط فکر میکنن که خب ما بگیم ما داریم از این خونه میریم و میتوننم برن، در صورتی که نمیدونین که خود این بلند شدن از این جایی که داریم میرین خودش یه پروسه قانونی داره که باید شما بدونین که من حالا راجع به این برای شما توضیح خواهم داد. وقتی که شما یه خونه رو میخواین اجاره بکنید مسلماً یه سری ساختمونا هستن که توسط کمپانیای بزرگتر اداره میشن و هر کدوم از اینا یه بیلدینگ منیجر یا مدیریت ساختمون دارن. اکثر اینا از شما میخوان که یه اپلیکیشن پر بکنید و میخوان که سابقه شما رو بدونن و از شما یه کسی به اسم کوساینر یا ضامن میخوان، فقط به دلیل اینکه مطمئن بشن که شما آدمی هستین که خونه رو اجاره میکنید و اجاره رو پرداخت میکنید. خود این اجاره پرداخت کردن و امضای قرارداد دو مرحله است. شما به دو صورت این کار رو انجام میدید. یک کلمه لیز هست که معمولاً یک ساله شما جای رو یا به اصطلاح خودمون رهن میکنید و زودتر از یک سال اگر که بلند شید معمولاً پول پیشو به شما پس نمیدن یا پول یه ماه اجاره رو از شما میگیرن. یه سری هم اجاره است به اسم رنتال میگن که شما به صورت 6 ماهه یا ماه به ماه یا یک ساله اون خونه رو اجاره میکنید. کلن توی بریتیش کولومبیا یه سری فرمایی هستش که از طریق دولت به شما میدن و اونو امضا میکنید و کار حالت قانونی داره. وقتی که دارید این قرارداد رو امضا میکنید خواهشن تمام جزئیات رو بخونید و ببینید خونه‌ای که به شما اجاره داده میشه چه چیزایی رو شامل میشه و وقتی که وارد اون خونه میشین تمام وسایل اونجا رو باید چک کنید. اگر نمیدونین خونه های اینجا گاز، یخچال و بعضیاشون داخل خونه ماشین لباسشویی و خوشویی ظرفشویی معذرت میخوام داره که باید اینا رو همه رو شما چک کنید که درست باشه. و اگر که این خونه رو اجاره کردید و قرارداد رو امضا کردید معمولا قرارداد به اسم یک نفر یا دو نفر که معمولا بزرگسال اون خونه هستن امضا میشه بین منیجر اون ساختمون یا مدیریت اونجا، یا اگر خونه اجاره میکنید باید حتما همونجوری که گفتم بدونید این خونه‌ای که به شما اجاره داده میشه شامل چه چیزایی هست. معمولا برق و آب هر خونه خب به صورت جداگونه هستش. اگر که شما میخواین از جایی بلند بشین باید بدونید که در واقع اون اصطلاح اینجا نوتیس هستش، نوشته‌ای که میخواین بدین که من میخوام از این خونه بلند شم رو به صورت شفاهی نمیتونین بگید، حتما شما باید نوشته بدید. موقعی که به عنوان مثال شما خونه رو اجاره کردید میخواین ماه جولای از اونجا بلند شین، وقتی که دارین برای ماه جون اجاره رو میدین همراه چک اجارتون نوشته میدید و میگین که من اول ماه جولای میخوام از این خونه بلند شم. این وقت رو به صابخونه میده که بدون یک کس دیگر رو برای جای خود جای شما پیدا بکنه. دوم این که شما خیلی راحت میتونین بعداً پول پیشی که دادین رو برگردونید. معمولا وقتی که شما از خونه بلند میشین صابخونه 15 روز بعد پول پیش رو باید به شما برگردونه. دلیل اینی که این 15 روز رو برای شما میذارن اینه که صابخونه بیاد خونه رو چک کنه و ببینه خرابی نداشته باشه. پس بنابراین اینی که حالا من زبونه گفتم یا صابخونه آدم خوبیه یا منیجر بیلدینگ میدونه ما گفتیم، قانونن هیچ گونه اصطلاحاً کردیت یا پشتوانه قانونی نداره. پس ما الان تفاوت بین لیز و رنتال رو دونستیم. رنتال میتونه ماه به ماه باشه ولی لیز یه مدت طولانی هستش.
یکی از کمک‌هایی که اینجا وجود داره برای شمایی که منزل رنت می‌کنین بهش رنتال اسیستنت پروگرام میگن. برای کسایی هستش که اینجا کار می‌کنن ولی درآمدشون به صورت کافی نیست و دولت یه در واقع سابسیدی یا سوبسید به شما میده با توجه به اون درآمدتون، که برای اون احتیاجی نیستش از هیچ کمک دولتی برخوردار باشید. یعنی اصطلاحاً مردم فکر میکنن اگر روی فلفر باشن، در صورت که نه، من میتونم کار بکنم اما چون پارت تایم کار میکنم یا حتی اگر فول تایم کار میکنم، درآمدم به اندازه کافی نیست که یه خونه سه خوابه رو برای خانواده‌ام بگیرم. دولت میاد درآمد منو بررسی میکنه و با توجه به اون یه بودجه رو ماه به ماه به من میده که من بتونم روی اجاره خونم بذارم و خونه رو که بتونم و از احتش بر بیام و مناسب خانواده من باشه رو رنت بکنم. قسمت بعدیش کوآپ هستش. روی وبسایت که برید و تایپ بکنید کوآپ هاوزینگ، تمام مناطق ونکوور این وجود داره، از سمت ونکوور وست ساید، نورت ونکوور، برنبی، تمام شهرها. شما خودتون از روی نقشه میتونید اینو نگاه بکنید و همینجور که در بخش قبلی گفتم هر کدوم از اینا یه اپلیکیشن داره که شما میرید و پر میکنید این اپلیکیشن رو. تفاوت کوآپ با جاهای دیگه به این صورت هستش که همونطور که میگم اسمش روشه، شما یه سهمی رو از اونجا میگیرید. در واقع به این صورتی که مبلغ، حالا بستگی داره که منطقه کجا هستش، $2,000 $1,500 سهم میخرید و بعد اسمتون میره تو لیست کسایی که میخوان تو این خونه ها بیان. و اگر خونه به اسم شما در اومد، شما در طول ماه 3 ساعت باید کار داوطلبی توی اون خونه انجام بدین، به خاطر اینکه شما پارتی از اون خونه هستین. برای همین اپلیکیشن که میره اینو بررسی میکنن، از نظر کاری وضعیت کارتون رو میدونن. حتی اگر شما بخواید به عنوان مارکت پرایس هم این خونه ها رو اجاره بکنید، از نظر مبلغی خیلی مبلغ اقتصادی هستش و واقعا احتیاجی به اون سابسیدی یا اصطلاحاً به فارسی ما سوبسید میگیم هم نخواهد بود. آخرین مطلبی که میخوام در مورد اجاره و همه اینا بگم، یه سازمان اینجا وجود داره که اسمش هست Residential Tenancy Society و اینی که هر مستاجری با صابخونش مشکلی داشته باشه، اینی که صابخونه باید کارایی رو که برای مستاجر انجام بده اگر انجام نده یا پول پیش رو پرداخت نکنه، شما میتونید که به اونجا مراجعه بکنید و درخواستتون رو و اگر شکایتی وجود داره رو عنوان بکنید. یه سازمان دیگه هم برای صاحب خونه های عزیز وجود داره که بازم میتونید به همین سازمان زنگ بزنید و ازش اطلاعات لازم رو بگیرید. به هر حال امیدوارم که به عنوان یه تازه وارد مکان خودتون رو اینجا پیدا بکنید و این اولین و مهمترین مرحله رو به آسونی پشت سر بگذارید. در بخش نگاه هفته این برنامه به دیدار آقای سوران مردوخی، فیلمساز مقیم ونکوور رفتیم. دومین فیلم سینمایی آقای مردوخی با عنوان تربیولنس در ونکوور کانادا ساخته شده و این فیلم امسال برای اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم ونکوور به نمایش در اومد. با همین بخش از برنامه رو میبینیم. Town, no see. I just got back in town. What is your nationality? Community Tochi. Kurdish. Why did you leave your country? خب من سال 58 توی شهر سنندج به دنیا اومدم و خب بعد دیپلم
رفتم سربازی، بعدش رفتم دانشگاه رشته سینما کارگردانی. خب همزمانم کار فیلم کوتاه و مستند و از این کارا میکردم، فیلم برداری و ادیت و چه تو پروژه خودم چه تو پروژه بقیه. و سال 2004 بود فکر کنم، 4-5 بود که فیلم اول بلندم رو ساختم. بعد از اونم خب تو این فاصله همیشه کار فیلم برداری و ادیت میکردم برای پروژه های دیگه. و سال اینکه حالا این وسط چند تا فیلم کوتاه و چند تا مستند دیگه هم برای خودم ساختم. و بعدش هم که سال 2010 مهاجرت کردم به کانادا و اینجا هم سال 2014 که همین امسال یه فیلم اولین فیلم بلند اینجا رو ساختم، یعنی توی ونکوور ساختم. Sure about this? Oh yeah. Yeah. The Dimitri guy seems nice, huh? Yeah, he's all right. Recently, I begin to be worried about my memory. I am forgetting so many things. Hey, I got something for you. Gina, we can't. Gina, you wanna? فیلم یه فیلم اجتماعیه که راجع به افکت جنگ روی آدم ها. یعنی یه خانوادن، یه پدر و دختر که جنگ یه تأثیر روی اینا گذاشته، اینا مهاجرت میکنن میان کانادا و هنوز هم بعد از این سالها هنوز دارن با اون افکت جنگ، با اون خاطرات جنگ دارن زندگی میکنن و میخوان اون گذشته تلخشون رو فراموش کنن. No, this is a matter of public safety. Do you have close family? Yes, my daughter. I'm looking for my daughter. همیشه دوست داشتم که یه روزی راجع به این تأثیرات جنگ روی آدم ها، روی کسایی که به یه شکلی به یه نحوی از جنگ صدمه دیدن فیلم بسازم. که بعد از اینکه اومدم کانادا 4 سال پیش، خب به این فکر کردم خب چه اتفاقی میفته اگه آدمی که دوچار جینوساید شده و به یه شکلی خاطرات جنگ هنوز داره اذیتش میکنه، آیا بیاریش کانادا توی یه کشوری مثلا که جنگی نیست یا خب همه چی اوکیه به قول معروف، چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونه اون گذشتش رو فراموش کنه؟ آیا میتونه مثل یک آدمی که یه همچین گذشته ای نداره همه رو فراموش کنه و دوباره شروع کنه، یه زندگی جدید شروع کنه و انگار نه انگار که همچین اتفاقی افتاده؟ که این باعث شد که بیشتر من شروع کنم به نوشتن این فیلمنامه و خب آخرش هم ساختم. که البته اینم اضافه کنم که مثلا همین امروز این فیلم الان ساخته شد، اون موقع هنوز مسائل کوبانی و شنگال و اینا اتفاق نیفتاده بود. خب ما همین سوالو میتونیم بپرسیم که آیا مثلا آدمایی که خیلی بچه‌هایی که خیلی خوش شانس بودن توی کوبانی و زنده موندن، آیا اینا رو برداریم الان بیاریم همینجا ونکوور خود ما؟ آیا این آدم میتونه اون گذشته، اون خونریزی، اون جنگ رو فراموش کنه؟ حالا پدرش، مادرش، عموش یا هر کسی از فامیلش از دست داده رو خیلی راحت فراموش کنه و دوباره مثل یه کانادایی یا مثل آدمی که یه همچین تجربه ای نداره دوباره زندگیش رو شروع کنه؟
ونکووری که ما در فیلم میبینیم خیلی اوریان و بیواسطه است و این حتی به نظر من یکی از حسنای فیلمه. از کجا میاد این نوع نگاه به شهری که توش دارین الان زندگی میکنی؟ خب ونکوور همونجور که میبینیم واقعا یکی از زیباترین شهره دنیا است، یعنی و ولی یه شهر زیبا رو آدم وقتی میبینه که همه چیش یه ذهن آرومی هم داشته باشه. وقتی ما آدمایی داریم توی فیلم که مثلا جینا رو داریم که با یه گذشته خیلی تاریک و یک چیزی که داره رو دوشش سنگینی میکنه، یعنی یک غم بسیار سنگین، اصولا این آدم نمیتونه مثلا زیبایی یه شهر رو ببینه، یا حتی مثلا ما نمیتونیم، اون آدم اصلا لذتی نمیبره از اون، فرقی نمیکنه میخواد ونکوور باشه، بهشت باشه، هر جای دیگه باشه، به هر حال اون آدم، ما تو ذهنمون بیشتر داریم زندگی میکنیم تا تو محیط خارجی. و این فیلم هم بیشتر من با نشون دادن اون قسمتایی از ونکوور که واقعا کسی ببینه میگه این چه شهر داغونیه، یعنی ولی این شهر اون آدمه، جایی که اون آدم میبینه، یعنی جایی که اون توش زندگی میکنه، خیلی فرق میکنه با آدم دیگه‌ای که یه زندگی خیلی معمولی داره و مثل همه آدمای دیگه خب اون چیزای دیگه رو میبینه، شاید اون جایی که اون میره اصلا نره. و این بیشتر کمک میکنه، اون لوکیشنایی که من انتخاب کردم بیشتر کمک میکنه به نزدیک شدن به اون آدما که توی فیلم هستن. و خیلی هم اتفاقا سخت بود و موقع ساختن این فیلم بود که من متوجه شدم چقدر این شهر قشنگه و یه جایی نداره که من فیلممو توش بسازم و به سختی یه جایی پیدا میکردم که بشه لوکیشن فیلم من. فیلم اولی که ساختم فیلم و چنین زاده شدم بود که اون موقع اتفاقا دانشجو بودم، هنوز سال آخر دانشگاهم بود رشته سینما و توی کردستان ساختمش با کمک برادرم. فیلم راجب چند تا درس میشه گفت، چند تا فیلم کوتاهی که نهایتا به هم دیگه میرسه و بیشتر میشه گفت که یه جاده‌ای که این داستانا رو به هم دیگه وصل میکنه. چند تا روستا هستن که یه معلمی که کتاب میبره برای این روستاها این داستانا رو به هم دیگه وصل میکنه. اگه توی ونکوور مثلا دلت بگیره کجای ونکوور دوست داری بری؟ بخوای مثلا بری خلوت کنی، فکر کنی، تو خودت باشی؟ نصف زندگیمو الان 35 سال عمرمه، نصفش رو سنندج بودم، نصف بیشترش رو بیرون از سنندج بودم، تهران و اصفهان و اینا، ولی بازم هر وقت یه همچین چیز بشه من به سنندج برمیگردم تا اونجا، خب جاییه که کودکی من اونجا بوده، یعنی اونجا بزرگ شدم. ولی اینجا نه، واقعا جایی نداره که من یه همچین احساسی بکنم. چرا خیلی قشنگه، خیلی قشنگتر و زیباتر از همه جا هست،
ولی اینکه بگم نه مثلا یه جایی دارم، نه ندارم. به پایان یک قسمت دیگه از مجله تلویزیونی آریا رسیدیم. ویدیوی این برنامه روی وبسایت آریا تیوی هم قابل تماشاست و ما منتظر نظرات شما برای تهیه برنامه‌های جدید هستیم. با ما از طریق صفحه فیسبوک و همینطور وبسایت برنامه در ارتباط باشید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.